من گمانم این است که یک سخنرانی بسیار مهمی است هم برای آمریکا هم برای آقای اوباما. گمان من این است که اگر در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما چیزی به عنوان دکترین اوباما مطرح بشه، همونطوری که مثلا در مورد دکترین ترومن هست، دکترین آیزنهاور هست، این سخنرانی به گمان من مبنای این دکترین هست، برای اینکه اساس سیاست آمریکا رو در جنگ با تروریسم و جنگ با رادیکال های مسلمان عوض میکنه. منظور نحوه برخورد با اون مسئله است که در دوران آقای بوش به عنوانش جنگ با ترور تلقی میشد و گمان آقای بوش و دولتش این بود که این مسئله یک راه حل نظامی داره و آمریکا باید نقش اساسی در این راه حل رو بازی بکنه. آقای اوباما میبینیم که گمانش بر این هست که نقش اساسی در این زمینه رو باید مسلمان ها خودشون بازی بکنن، مسلمان هایی که به آزادی و به برابری اعتقاد دارن، مسلمان های میان روی که اکثریت قریب به اتفاق جوامع اسلامی رو در دنیا و به گمان من در ایران تشکیل میدن. و این تغییر جهت به گمان من یه تغییر جهت بسیار مهم عمومی است. مسئله ایران هم البته تغییر بسیار به گمان من مهمی در این سخنرانی مشاهده میشه. اونهایی که خواستار خشونت هستن، اونهایی که به نام اسلام خشونت میکنن یا به نام اسلام حکومت استبدادی به راه میکنن، شاید دورانشون به سر بیاد و اگر قراره به سر بیاد به گمان من وظیفه و نقش اصلی رو باید خود مسلمان ها و مسلمان های مسالمت جو، مسلمان های میان رو بازی بکنن. و هدف اصلی این سخنرانی هم یا خطاب اصلی این سخنرانی هم همون ها بودن. زبانی هم که برای این کار انتخاب کرد زبان بسیار بسیار دقیقی بود. پذیرفت که دولت آمریکا در برافتادن اون دولت دموکراتیکی که دکتر مصدق نقشی داشته، یعنی نقش اصلی رو نپذیرفت داشته و طبیعی هم هست. به نظر من شواهد و اسناد تاریخی نشون میده که اون ماجرا به مراتب پیچیده تر از اون بود که بشه فقط اون رو به نقش آمریکا تقلیل داد. ولی یه نکته دیگری هم که در مورد ایران تغییر یافته به نسبت دوران آقای بوش، آمادگی آمریکاست برای مذاکره بی قید و شرط. و این به گمان من به اندازه اون اذعان اشتباه آمریکا در گذشته که در این حال همراهش انتقاد از نقش ایران در آدم ربایی ها و قتل شهروندان آمریکایی بود، اهمیت داره برای امکان این بازگشایی. آقای میدانی، بدون شک فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که در گفته های آقای اوباما جلب توجه میکرد این بود که برای اولین بار یک رئیس جمهوری آمریکا اذعان میکنه که آمریکا در بحبوحه جنگ سرد برکناری دولت ایران که با شیوه دموکراتیک انتخاب شده بود در اون نقش داشته. میدونیم که 9 سال پیش هم خانم آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا از این بابت اظهار تأسف کرده بود ولی هیچ گشایشی در روابط حاصل نشد. آیا میشه انتظار داشت که این بار بر زبان روندن این واژگان توسط رئیس جمهوری آمریکا بتونه یخ موجود در مناسبات رو بشکنه؟ امید من هست که بتونه این کار رو بکنه و همونطوری که فرمودید این اول بار هست که رئیس جمهور آمریکا این نقش رو پذیرفته و البته زبانی هم که برای این کار انتخاب کرد زبان بسیار بسیار دقیقی بود. پذیرفت که دولت آمریکا در برافتادن اون دولت دموکراتیکی که دکتر مصدق نقشی داشته، یعنی نقش اصلی رو نپذیرفت داشته و طبیعی هم هست. به نظر من شواهد و اسناد تاریخی نشون میده که اون ماجرا به مراتب پیچیده تر از اون بود که بشه فقط اون رو به نقش آمریکا تقلیل داد. ولی یه نکته دیگری هم که در مورد ایران تغییر یافته به نسبت دوران آقای بوش، آمادگی آمریکاست برای مذاکره بی قید و شرط. و این به گمان من به اندازه اون اذعان اشتباه آمریکا در گذشته که در این حال همراهش انتقاد از نقش ایران در آدم ربایی ها و قتل شهروندان آمریکایی بود، اهمیت داره برای امکان این بازگشایی.
به واقع تغییرات مهمی در سیاست آمریکا از زمان آمدن آقای اوباما صورت گرفته. یک مثالش خود متحدین آقای خامنه‌ای در غزه هست. یعنی وقتی حماس که یکی از معاندین اصلی آمریکا و اسرائیل بوده میگه که در این گفتگوها تغییری محسوس هست، خب نمیشه دیگه گفت که اینها فقط در کلام بوده. هیچ رئیس جمهوری به غیر از پدر آقای بوش دوم تا اندازه آقای اوباما سر قضیه ایجاد دو دولت همپا که بتونن با صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنن با فشاری نکرده. از اونجا میتونیم بیایم به مسئله ایران، این قضیه آغاز بلا شرط مذاکره، قضیه دعوت ایرانی ها، دیپلمات های ایرانی به جشن هایی که در سفارت های آمریکا برگزار میشه، لحن متفاوتی که آقای اوباما در تمام این سخنرانیاش اتخاذ کرده. اگر اینها کفایت نمیکنه، خب طبعا به گمان من مردم متوجه خواهند شد که آقای خامنه‌ای بنا به آغاز این مذاکرات نداره. بعضی ها هم اشاره به این واقعیت میکنن که جناح رادیکال میدونه که اگر با آمریکا روابطش رو عادی بکنه هری از اعراب نخواهد داشت، برای اینکه اگر مناسبات عادی بشه کسانی که به قول آقای اوباما تنها تعریف از خودشون ضدیت با آمریکا هست دیگه محلی از اعراب نخواهند داشت. به همین خاطر من فکر میکنم آمریکا عملا نشون داده نه فقط در حرف که دوران تازه‌ای در روابط خارجی هست و الان دیگه به عهده رهبران ایران هست که تصمیم بگیرن میخوان این باب تازه گشوده بشه یا کماکان میخوان در گذشته و در تعریف خودشون به عنوان یک دولت متخاصم با آمریکا پافشاری کنن. خب در برخی گزارش‌های خبری دکتر میلانی آمده بود که سفری که آقای اوباما کرده به عربستان سعودی یکی از اهدافش اینه که یک ائتلافی به وجود بیارن در برابر جمهوری اسلامی ایران. آیا فکر می‌کنید اگر این واقعیت داشته باشه آمریکا یک سیاست دو جنبه‌ای رو در پیش گرفته که در حین اینکه می‌خواهد با ایران ارتباط برقرار کنه سیاست انگیجمنت، در همون حال هم می‌خواد آماده باشه که در صورتی که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، دنبال بمب اتم ادامه بده، دنبال بمب اتم رفتن که بتونه اقدامات قاطع‌تری رو به عمل بیاره؟ من گمانم این هست که اتفاقا این ائتلاف کشورهای سنی مذهب علیه ایران قبل از این که اوباما به اونجا بره ایجاد شده و این به لحاظ صحبت‌هایی است که دولت ایران کرده، به لحاظ فعالیت‌هایی است که دولت ایران در لبنان کرده، در عربستان سعودی کرده، در بحرین کرده، ترکیب همه اینها یک ائتلاف به قوه خطرناکی رو علیه ایران، ائتلاف سنی مسلک‌های خطرناکی رو علیه ایران ایجاد کرده. کافیست به سخنرانی‌های آقای القرداوی که یکی از مهمترین متفکرین و مراجع به اصطلاح مذهبی اهل تسنن هست نگاه بکنید و یک جهش عظیمی به عقب برداشته و به این معنا که اون توافقی که بین آقای شلتوت و ایتلا بروجردی شد برای برکنار گذاشتن اختلافات بین شیعه و سنی رو قرداوی عملا ملغا کرده و میگه شیعیان یک نوع رفض هستن یا خطر هستن و دارن ممالک سنی مذهب رو میخورن. گمان من این است که اتفاقا اوباما رفت به عربستان سعودی برای اینکه به اعراب بگه که اگر ما روابطمون رو با ایران آغاز بکنیم به ضرر روابط آمریکا با عربستان و با اعراب نخواهد بود، یعنی ما قربانی و بچه المصالح این مراوده و آغاز نو نخواهند شد.